بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین. بینندگان نهایت محترم تلویزیون هلال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش هستیم که الله متعال برای ما توفیق داد تا باز هم در خدمت شما در یک دیگری از برنامه های تاریخ و خاطرات نهضت اسلامی افغانستان باشیم. خوشبختانه باز هم استاد گرامی جناب پیرزاده صاحب را با خود داریم. اولتر از همه به استاد گرامی خوش آمدید میگیم. استاد خوش آمدید. سلامت باشین دوست میربانی. تشکر استاد که باز هم فرصت دادین. بحث ما در قسمت سالهای 1354 هست و روی قضایای صحبت داشتیم. بعد از اینکه اعضای نهضت به پاکستان رفتن و عملیات 1354 رخ داد و این قضایا شد، در صف نهضت دوپارچگی به میان آمد، یا از دو بیشتر نمیدانم، به هر ترتیبش چی عوامل بود و چرا این تفرق در بین اعضای نهضت به میان آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در بحث‌های گذشته ما اشاره‌های مختصری داشتیم، چندین عامل در این دخیل بود. اگرچه اختلاف نظر و اختلاف صریحه خوب بود در بعد به تاسیس نظر، اما بعد از اینکه قیام 1354 که در چندین منطقه کشور روی داد از طریق نهضت اسلامی، بعد از او بین برادران هموی اختلافات و کشمکش ها زیادتر شد. عاملش عمدهش در مسئله نوع مبارزه و در مسئله تفاهم با رژیم داوود بود. یک تعداد از برادران طرفدار ازی بودند که در رأس زنا مرحوم استاد ربانی قرار داشت که باید با رژیم داوود تفاهم صورت بگیره، یعنی ما باب مذاکره را باز کنیم و فعالیت های خود از فعالیت های مسلحانه عوض کنیم به فعالیت های فرهنگی. و یک تعداد برادرای دیگه برعکس نظرشان بری بود که نه خیر، ما باید با مبارزات مسلحانه خود ادامه بدیم و اگر ما با رژیم داوود سازش کنیم، این رژیم یک وسیله است، این رژیم از بین رفتنی است، ما هم توان با همین رژیم از بین خواهیم رفت. که در او در رأسش انجینر صاحب حکمتیار قرار داشت و دکتر صاحب عمر قرار داشت و انجینر صاحب نصرتیار قرار داشت. اینا در تقریبا آدم میتونه با یقین بگه که اینا در اکثریت بودن. این ذهنیت اکثریت افراد نهضت به این بود که باید مقاومت مسلحانه ادامه پیدا کنه، چرا زمینه برای کارهای فرهنگی وقت مساعد نبود. اما استاد ربانی مرحوم اینا اصرار داشتن که نه خیر، باید ما از طریق تفاهم کارهای خود پیش ببریم. به مخاطر اینا یک وقت نهضت به نام حزب اسلامی افغانستان یاد میشد. استاد ربانی مسئولیت فرهنگی و برای روایت دیگه مسئولیت سیاسی نهضت به عهده داشت در چوکات تحت نام حزب اسلامی، تحت نام حزب اسلامی افغانستان. باز اینا یک مسافرت کرد، برادرها اینا رو فرستادن در عربستان سعودی به خاطر که اگه بتانه کمک های از جواز افراد خیر اینا جذب کنن برای نهضت. استاد ربانی که اونجا رفت، باب مذاکره را از طریق سفارت افغانستان در اون وقت در رژیم داوود کسی بود به نام قاضی هدایت که باز زمان حفیظ الله امین اعدام شد و یک شخص دیگه هم بود از اون از اعضای نهضت بود به نام وفی الله خان سمیع پوهان که باز زمان داوود وزیر عدلیه بود که اون استاد در ابتدای 700 را کشتن و شهادت رسانیدن. از طریق اینا باب مذاکره را با رژیم داوود باز کرد و میخواست که تفاهم کنه. باز از این جریان
برادرای دیگه مطلع شدن از جمله حکمتیار صاحبینا و با استاد ربانی پیام فرستادن که شما به زودترین فرصت برگردن و اونا برگشتن و این مخالفت عمقی بیشتر پیدا کرد، شدت پیدا کرد. در بعضی از صحبت ها جناب استاد سیاف وقتی که در رابطه به نهضت صحبت میکنه میگن که ما معاون جمعیت اسلامی بودیم سالای 50 و 51 و 52 را میگن. باز شما گفتین که نام حزب اسلامی بود. ما خود بحث های دیگه هم گذشته هم اگر شما بایدتون باشه بحث کردیم که در سال 1352 در اوایل سال 1352 که انجینر صاحب حکمتیار زندانی بود در زندان بودن، برادرها یک جلسه داشتن در خانه استاد ربانی در خیرخانه. در اون جلسه روی ازمی بحث شد و فیصله شده بود که نام نهضت تغییر کنه به جمعیت اسلامی افغانستان، از جوانان مسلمان نام عوض شده به جمعیت اسلامی افغانستان. این تصویب شده بود، فیصله شده بود. انجینر صاحب برحمان و عیسی منشی عمومی گرفته بودن، استاد ربانی و عیسی رهبر و امیر و استاد سیاف و عیسی معاون. منطقی زیاد دوام پیدا نکرد. وقتی که انجینر صاحب از کودتا شد به تخریبش، کودتای 26 سرطان شد و باز انجینر صاحب حکمتیار از زندان خلاص شد. اینا که آمدن، خود انجینر صاحب حکمتیار هم در خاطرات خود نوشته کرده که ما رفتیم به خانه انجینر صاحب کریم در کوته سنگی میرویس میدان. اونا به ما گزارش دادن که چی وضعیت است. گفتن که نیت یک فیصله شده، منطقه برادرها پس دوباره برگشتن. باز گفت ما شیشتیم و جلسات دایر شد دوباره، پس همون نام چیز اختیار کردیم، نام نهضت جوانان مسلمان. نهضت جوانان مسلمان یکی از دلایل شبیه بود که اسم جمعیت با جماعت اسلامی پاکستان شباهت داشت. یکی از عوامل تغییر ممی بود. دوم، به قرار گفتی برادرای نهضت میگن که استاد ربانی و مرحوم و استاد سیاف، چون وقت شرایط بسیار شرایط کودتای 26 سرطان شده یا شرایط زیق بود، اینا نمیخواستن که زیاد آفتابی شون و علنی شون و به این شکل، و حکمتیار و کسایی که همراهش بودن اونا میخواستن از شدت عمل کار بگیرن. این اختلافات باعث شد که اونا کمی عقب نشینی کردن از اون موضع خود که چیز جمعیت به نام جمعیت دوام پیدا کنه. بعد از اون جلسه دایر شد و در اون جلسه دوباره نام جوانان مسلمان چیز کردن، برگزیدن. و در اون چی پس گذشته ما شما اشاره کردیم که قیادت در اون وقت انجینر صاحب عبدالرحمن بر عهده داشت، قیادت نهضت. چرا در ابتدای تأسیس نهضت 12 نفر بودن که ما شما گفتیم بحث کردیم در برنامه گذشته. بعد از او باز سال 1350 که مرحوم نیازی، عبدالرحیم نیازی رهبر نهضت بود و وفات کرد، شهید شد به قولی. بعد از او باز ماه میزان فکر کنم میزان همون سال 1350 یک جلسه در پلی‌تکنیک در مسجد پلی‌تکنیک کابل دایر شد و در اونجا 5 نفر به حیث رهبر نهضت برگزیده شدن. شورای رهبری بله. بود که انجینر صاحب رحمان بود، مولوی صاحب رحمان بود، انجینر حکمتیار بود، انجینر نصرتیار بود و غلام ربانی آتش بود. اینا نهضت اداره میکردن تا سال امی اوایل 52 بازی جلسه دایر شد و نام جدی استاد سیاف میگه راست میگه، یک راست است، منتهی مخطی بود. برای یک مدت بسیار کوتاه بود، ادامه پیدا نکرد زیاد. تشکر استاد. وقتی که دو پارچگی به میان آمد، تاثیرش بالای سایر اعضای نهضت، مبارزه که در داخل جریان داشت، چی تاثیراتی داشت؟ متاسفانه هر اختلافی که به وجود بیاد تاثیرات منفی می داشته باشه. این مشکل هم که به وجود آمد تاثیرات منفی خود داشت، هم در داخل و هم برادرایی که در مهاجرت بودن.
حتی برادرایی که در محبس بودن، در زندان بودن. ها ها. در زندان وقت حدوداً و قرار آمارهای مختلف ارائه شده، ما تقریبا لیست 140 نفر در این کتاب ذکر کردیم. ما پیدا کرده تانستیم که وقت زندانی بودن و میگن حدود 300 نفر زندانی بودن. در اموجا در محبس هم بین برادرها اختلاف بود. یک دست از برادرها را استاد سیاف رهبری میکرد و یک تعداد برادرهای دیگر انجینیر صاحب نصرتیار داخل زندان رهبری میکردن. یعنی در اینجا دو تقسیم جناب بود تقریبا. یک دو دستگی به وجود آمد بعد از قیام سال 54. یک تعداد انتقاد میکردن، بنام انتقادین یاد میشدن که از این چرا یه قیام شد و چرا به نتیجه نرسید. یک موضوع دیگر هم بعض برادرها ذکر کرده که او هم نمیشه پوشی کرد. میگن بعض برادرها به این امید بودن که حتما قیام کامیاب میشه و ما بالاخره به قدرت میرسیدیم. وقتی که این قیام ناکام شد و شرایط تغییر کرد، وضع خراب شد و اینا به خواستای خود نرسیدن، این مثلا باعث ازی شد که اختلافات بین برادرها به وجود بیاین. استاد، از نقش جناب مرحوم مولوی صاحب محمد یونس خالص در این قضایا چی میگین؟ مولوی صاحب خالص خداوند رحمت کنه، او در اون زمان طرفدار امی مشکلاتی که بین نظر به وجود آمد طرفدار چیز بود، امی جنای یا بگیم یا دسته بگیم که در رأسش انجینیر صاحب حکمتیار قرار داشت. مولوی صاحب خالص از این طرفداری میکرد. اونا هم مهاجر شده بودن؟ مهاجر شده بودن، بله، در سال 1353 مهاجر شدن. در جمله مهاجرین اونا در این جمع بود. این کتاب ما نوشته کردیم که یک جلسه دایر شد اون وقت در سال چیز بعد از قیام سال 1354 که در اوج یک رایگیری صورت گرفت. یک رایگیری صورت گرفت و در جریان از رایگیری مولوی صاحب خالص، مولوی صاحب جمیل الرحمن و تعداد زیادی از برادرها به قیادت حکمتیار رای دادن. با یک رای قاطع حکمتیار باعث امیر نهضت انتخاب شد. در کدام سالا؟ ای در حول و حوش سال بعد از سال 54 است. بعد از امی عملیات؟ بله بله، بعد از عملیات. اینجا ما برای ذکر کردیم که اگر چیز باشه در صفحه 139 از یادآوری شده. اختلافاتی که به وجود آمد، همین جلسه دایر شد و فقط در اوجه میگه 9 نفر شرکت نکرده بودن که در اوجه جمله استاد ربانی هم بود. استاد ربانی هم بود و دیگه همه برادرها شرکت داشتن. قاری صاحب مؤمن بود، مولوی صاحب خالص بود، مولوی صاحب جمیل الرحمن بود و مرحوم فاروقی بود. اینا خالد همش... فاروقی؟ خالد فاروقی، بله. اینا همه شرکت کرده بودن. در او با یک رای قاطع انجینیر صاحب چی شد؟ برنده شد. باعث امیر نهضت که وقت نامشم حزب اسلامی افغانستان گذاشتم. تشکر استاد. یک وقفه داریم بینندگان محترم، یک وقفه کوتاه داریم، باز هم در خدمت شما می باشیم. سلام مجدد خدمت همه بینندگان محترم تلویزیون هلال. برنامه تاریخ و خاطرات نهضت اسلامی افغانستان است و ما انشاءالله در خدمت شما هستیم. خب استاد، از مرحوم مولوی صاحب جمیل الرحمن هم یاد کردین. نقش اونا در نهضت چگونه بود؟ از کجا آغاز کردن؟ در صاحب پوانتون بودن؟ به چی شکل بود؟
مولوی صاحب جمیل رحمان، من متاسفانه اطلاعات دقیق ندارم که از چی وقت امرای نعزت بدن، ولی مولوی صاحب خالص از ابتدا چون شخص مطبوعاتی بودن، در مطبوعات هم کار میکردن، از ابتدایی که مبارزه رو شروع کردن با نهضت اسلامی بله رابطه داشتن. همون جلسه هم که من قبلا خدمت شما عرض کردم، اینجا هست که بر علاوه که در منابع حزب اسلامی ذکر شده، در منابع بی‌طرف هم ذکر شده. مثلا از این جمله یک کتاب است به نام افغانستان در 3 دهه اخیر که در ایران چاپ شده در 1000 صفحه، جمعی از برادرای علی تشیع را تألیف کردن. در اوجه هم یادآوری کرده از این موضوع، اینه نوشته کرده که بعد از شکست قیام مسلحانه که علیه داود به سرپرستی آقای حکمتیار در سال 1354 صورت گرفت، اختلافات داخلی رهبران جنبش اسلامی در حدی که یکدیگر را محکوم میکردن تشدید یافت. قرار بران شد که برای رفع اختلافات بار دیگر ساختار تشکیلاتی مورد توافق همه اعضای رهبری به وجود آید تا مسئول تشکیلات و صلاحیت های افراد مشخص گردد. بنابراین در اولین مرحله اقدام به نامگذاری جنبش و تهیه آرمیان نمودند. در جلسه ای که اعضای برجسته رهبری نهضت از جمله اسمارم ذکر کرده، استاد ربانی، حکمتیار، مولوی محمد یونس خالص، خالد فاروقی، مولوی سرفراز، مولوی نصرالله منصور، مولوی جلال الدین حقانی، استاد عنایت الله شاداب، قاری مومن، مولوی جمیل الرحمن و قاضی محمد امین وقاص شرکت داشتند. پس از گفتگو توافق به عمل آمد که نام رسمی جنبش حزب اسلامی افغانستان باشد. سپس بعد از اینکه فیصله شد، انتخابات با شرکت 109 نفر از اعضای برجسته جنبش این نهضت اسلامی افغانستان برای حل مشکلات رهبری و انتخاب امیر که مورد نزاع بود صورت گرفت. در این انتخابات که 9 نفر از جمله استاد ربانی و مولوی جمیل رحمان شرکت نکرده بودند، آقای حکمتیار با بدست آوردن 96% آرا امیر حزب اسلامی افغانستان تعیین شد. استاد ربانی چند ماه بعد به شرط برکناری حکمتیار و انتخاب امیر دیگر حاضر شد با تشکیلات جدید همکاری کند. بالاخره با موافقت حکمتیار و به اساس پیشنهاد استاد ربانی، قاضی محمد امین وقاد به امارت اسلامی برگزیده شد که در سال 55 از بازی یعنی نامگذاری و انتخابات در امی سال در حول و حوش سال 1354 از درست به نام نهضت اسلامی افغانستان. در این کشمکش ها و جنجال ها و نمی دوپارچه شدن نهضت، پاکستان هم چیز نقش داشت؟ پاکستانی ها به او سرت نخیر، تا جایی که من اطلاع دارم، من مطالعه کردم، نه پاکستانی ها نقش نداشتن. منتها زمینه مساعد شد، چون برادرایی که در مهاجرت بودن خارج از کشور، زمینه بیشتر مساعد بود نسبت به داخل کشور برای اینکه یک چیز دیگه به وجود بیاید، یک حزب دیگه به وجود بیاید. منتهی جریان باز ادامه پیدا میکنه تا سال 1356. خاصه به وقات که وقت ملتیار تخلص میکرد، این بحث امیر برگزیده میشه و معاونش موریس به مرحوم مولوی نصرالله منصور بحیث معاون تعیین میشه که نهضت به نام حزب اسلامی افغانستان یاد میشه و استاد ربانی بحیث مسئول فرهنگی و به قول بحیث مسئول سیاسی تعیین میشه امور سیاسی حزب اسلامی افغانستان. همی آرم فعلا که از آرم حزب اسلامی رو تهیه میکنن و نشان و بیرق و اینا، باز تا سال 1356 ای جریان ادامه پیدا میکنه. خاصه به همین در سال 55 برگزیده میشه، ماه سور تقریبا بهار سال 1355. این جریان ادامه داره تا سال 1356. باز در سال 1356 بین خاصه امین و بین استاد ربانی اختلافات به وجود میاد بر سر امارت و بالاخره باز دیگه دوباره انتخابات صورت میگیره که
که انجینر سبک متیار رئیس امیر نهضت تعیین میشه به نام حزب اسلامی افغانستان که مو اسم خبلیز دیگه و استاد ربانی با بعض یک تعداد برادرای دیگه اینا جدا میشن. جمعیت دوباره به مرحله دومش، اول خود ما گفتم که در سال 1352 شکل گرفت، در واقع در سال 1356 جمعیت اسلامی به شکل امروزیش اساس گذاری میشه. به این ترتیب اولین امیر که انتخاب شده حکمتیار صاحب است؟ اولین امیر که انتخاب شده در تاریخ نهضت خب اگرچه انتخاب نشده ولی پیشتر گفتن که امو 109 نفره که بودن. آور بله بله به او ترتیب حکمتیار صاحب حکمتیار بله انجینر گلبدین بعد از او باز قاسم به خادمه امین و خادمه بعد از او باز سال 1356 دوباره حکمتیار صاحب است. اینا جدا میشن، نهضت دو بخش میشه، حزب اسلامی افغانستان میشه و جمعیت اسلامی افغانستان میشه. نهضت خب به نام حزب اسلامی هست، باز جریان جمعیت دوباره به وجود میه. وقتی دوباره به وجود میه استاد ربانی در جمعیت در رأس جمعیت قرار میگیره و در رأس حزب اسلامی که از قبل بوده دوباره حکمتیار انتخابات دوباره صورت میگیره. یعنی اگه انتخابات قبلا صورت گرفته بود قبل از در جمعیت هم عین همی انتخابات قضایا بوده؟ در اوجه نبوده متاسفانه. خب استاد ربانی را چی گونه انتخاب چون کردن؟ چون شخصیت بزرگ استاد ربانی بود، کسی دیگه به سوی استاد ربانی نبودن. او همونطور مثل که عبدالرحیم نیازی در ابتدای نهضت جوانان مسلمان انتخابات صورت نگرفت، ولی امیر نهضت رهبر نهضت هم بود. نهضت جوانان مسلمان هم نفر اول بود. هیچ هم چون کسی دیگه وجود نداشت طبیعتاً استاد ربانی در رأس قرار گرفت. درست. استاد از کسایی که در حکومت پاکستان مطرح بودن و تا دیر زمان گفته میشه نقش کلیدی در قضایای افغانستان داشت به نام جنرال بابر، در رابطه به شخصیت از او، در رابطه به فعالیت ها و تأثیر گذاریش در این قضایا چی گفتنی دارید؟ در این زمینه خب متاسفانه تعریفات صورت گرفته، حتی خبرنگارهای داخلی ما از جمله عبدالحمید مبارز، ظاهر تنین، بعض مورخین دیگه هم هست که مطالب را نوشته کردن که در این جریان نهضت اسلامی افغانستان پاکستانی ها نقش داشتن، ولی واقعیت نداره. نهضت اسلامی افغانستان یک نهضت سوچه افغانی بود که مربوط به می برادرهایی که ما ذکر کردیم بزرگای نهضت بود، منتها پاکستانی ها از جمله آقای بابر اونا به خاطر منافع خودشان، خاطر منافع دو دلیل بود، یکی که منافع کشورشان ایجاب میکرد به خاطر مشکلاتی که با داوود داشت، درست، که این برادرها را پناه بدن، یعنی بگذارن که در پاکستان مهاجر شوند، و دومی که چیز فشار نهضت اسلامی پاکستان که ابوالعلای مودودی رحمت الله علیه و مولانا مفتی محمود علیه رحمه اونا چیز فشار داشتن روی حکومت پاکستان، حکومت پاکستان ناگزیر بود که با چی دید اونا این کار را میکردن؟ از دید منافع، از دید منافع ملی خود، منافع پاکستان که داشت، و از فشاری که از جانب مسلمان های پاکستان سر اونا وارد میشه. یعنی هدف می است که همین دو حزب دینی که در پاکستان شما نام گرفتین اینا بچی، یکی خب منافع کشورشان بود یا اینکه قضایای دینی؟ نه بنابر اونا احزاب اسلامی پاکستان بنابر اعتقادات، بنابر مسائل ایدئولوژیکی، بنابر پیاندهای اعتقادی که داشتن حمایت میکردن. اونا مسئله چی پاکستان و افغانستان اینا اختلافات با داوود اینا مطرح نبود. و نظر به اعتقادات دین خود که مسلمان باید مسلمان دیگر رو کمک کنه زیر فشار است. بله چیز میکردن، حمایت میکردن، پشتیبانی میکردن. بسیار خوب. استاد قضیه دیگه که مطرح میشه، تا حال ما از برادرای اهل تشیع صحبت نکردیم که
در جریان از ابتدای مثلا دوران ظاهرشاه و کودتای داوود خان و تا اوقات اهل تشیع و برادرای اهل تشیع در این زمینه به کجا بودن، فعالیت های داشتن، شخصیت های مطرحی در نهضت داشتن، ای چی گونه بود؟ یه یک بحث طولانی میخواه بعد روی بیشتر صحبت کرده بخواهی به حوصله برنامه ما و شما نیست. در تاریخ معاصر افغانستان شخصی بود به نام سید اسماعیل بلخی که یک روحانی مبارز بود و یک شاعر انقلابی هم بود. این در دوره شاه محمود خان، صدارت شاه محمود خان، یعنی در دهه 40 و 50 چیز میلادی، در اون زمان اینا یک سلسله تحرکات را داشتن که میخواستن کودتای را انجام بدن علیه رژیم ظاهرشاه، رژیم سرنگون کنن. در میله نوروز میگرفتن، در کارتی سخی جمال مینفیلن یا یک برنامه سنجیده بودن که در اونجا کدام حرکت صورت بگیره. کسی بود به نام قماندان امنی کابل بود به نام خواجه نعیم، همراه زنو هم دست بودن و افراد و سای منصبای دیگه هم جلب کرده بودن، میخواستن چیز شوه یک کودتای صورت بگیره که باز اینا ناکام شدن. ناکام شدن و به مدت تقریبا 15 سال باز اسماعیل بلخی مرحوم در زندان ماند. باز در دهه دموکراسی دوباره از زندان آزاد شد، فعالیت هایی داشت. ولی اینا واقعیتی است که یک حزب منظم در هیچ منبع تاریخی داخلی غیر غبار یک اشاره کردن دیگه که یک حزب منظم سیاسی سازمان یافته، یعنی حزب به معنی مفهوم واقعیش که تشکیلات داشته باشه و اساس نامه داشته باشه و مرام نامه داشته باشه و نشان داشته باشه و بیرق داشته باشه، به اون شکل چیزی نبوده. و گذشته از او برادرای اهل تشیع در بعد تاسیس نهضت در نهضت خودشان هم اشتراک داشتن. از این جمله مثلا کس به نام میرآقای حقجو که تمامی اواخر زنده بود، از بزرگا و متنفذین چنداول بود، همین چند سال قبل فوت کرد، خداوند رحمتش کنه، سفیر در عراق، در سفارت عراق کار میکرد. و کسی دیگه که هنوزم حیات زنده است، پسان بازونا یک حزب را به نام اسلام مکتب توحید به وجود آوردن در ایران وقتی که بعد از کودتای 77 به نام رحیم افضلی، استاد رحیم افضلی فعلا هم حیات است. اینا بودن، اینا در درون نهضت بودن. و کسی دیگه بود به نام سید اسماعیل پاسخ هاشمی که از فرقه اسماعیلیه بود، از اهل بدخشان بود، مؤسس فاکولته ساینس. اینا هم از پیشکسوت های نهضت اسلامی بودن. اینا هم همه اهل تشیع بود. کسی دیگه بود به نام سید اسدالله نکتدان که ارتباط داشت با کسی به نام سید کاغذ، شاید شما اسمش رو شنیده باشین. اینا هم در نهضت اسلامی جز برادرای نهضت بود. در وقتی مسئله تشیع و تسنن اینا اینطور مثل که حال مطرح است و بعدا مطرح شد مطرح نبود، یک جای اینا کار میکردن در جمع برادرای نهضت اسلامی افغانستان. سید اسدالله نکتدان زنده است، آقای رحیم افضلی زنده است و میرآقای اخجو و کسی دیگه بود به نام آقای هاشمی لولنجی، اونام بودن، اونام تا می اواخر در قید حیات نیستن، خداوند رحمتشان کنه. اونام فعالیت های داشتن در چوکات نهضت. و مبارزات سید اسماعیل بلخی هم از امو زمان شاه محمود خان شروع شده بود. در او هم روایت مختلف است. بعضی هم میگن که اسماعیل بلخی یک دید بزرگ و یک دید باز داشت، فراتر از مسئله قومی و مذهبی. یک باید شعرش هم هست که میگه که عزم من در قالب مذهب نگنجد ای رقیب. این شعر خود بلخی است. عزم من در قالب مذهب نگنجد ای رقیب، مسلک
فراموش کردیم. مثلا که پاک صراط المستقیم آیین من، این شعرش است. ولی بعض نظریات دیگه است که به خاطر دفاع از حقوق اهل تشیع و محرومیتی که وقت اهل تشیع داشت، همو رژیم سلطنتی استبدادی ظاهر شاه و وقت محرومیت های زیاد را اهل تشیع متاسفانه سرشان تحمیل میشد، میگن که بیشتر مبارزاتش به خاطر احیای حقوق اهل تشیع افغانستان بود. بعضی ها این نظر دارن. تشکر، زنده باشین استاد از اینکه فرصت دادین. بینندگان نهایت محترم و گرامی، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما می باشیم. الله حافظ و ناصری همه شما دوستان.